خب دوستان عزیز، اجازه بدین ما این ماسک رو درستش کنیم. خوشحالم که آقای میساری از این ماسک یا تلفن ماونت ما خوشش اومده. پرسید از کجا گرفتی، براش نوشتم از آمازون، میکنم 10 دلار 12 دلار بود براش فرستادم. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه هست و امیدوارم هر جای دنیا که هستید، هر وقتی که اونجا هست، صبح زور شب وقت بی وقت، خوب و خوش باشید. نمیدونم تصویر ما حالا درست نشون میده، مثل رانندگی ایران ما سمت چپ نشستیم، مثل آمریکا یا مثل ژاپن و انگلستان و هند اون ور نشستیم. در صورت اینم بارها گفتم، یه سوالیه که هیچ وقت جوابش رو من نتونستم از فیسبوک بگیرم که چرا شما تصویر رو، اینجا میگن آینه، تصویر رو آینه میکنی که بعد ما مجبور بشیم بچرخونیم. حالا مثلا من دست چپم میارم بالا، اینجا دست چپ میاد بالا، یعنی درسته. بگذاریم، آقای رونالدو، اگه اشتباه نکنم آقایی که فوتبالیست پرتغالی ولی الان برای تیم عربستان، من سالها پیش گفتم اصلا دیگه این تیم‌ها مسخره است، میخرن میفروشن و کلن من با ورزش، برای ورزش حرفه‌ای همیشه مخالف بودم، چون به نظرم میاد که اینا یه عده آدم بزرگ رو، مسن رو بهشون میگن نه خیر، بذار من اینو ببندم این ور، دارم میرم به طرف. اما شما میدونید این آفتابگیرا وقتی که میارینش بیرون میتونید روی اینم اینور اونورش کنید، خیلی ها نمیدونن، خود من تا چند سال پیش نمیدونستم. در هر صورت آقای رونالدو به عنوان رقیب تیم ایران آمده، ایران آمده تهران و ببینید که مردم چه کار میکنن، دم هتلش چه کار کردن و اینها. و دوستی اگر روی صفحه هستی، یعنی روی برنامه، صدا و اینای ما رو بگو چجوریه، چپن در قیچی میبینی، صدا خوبه، چجوریه هرچی. من حتی میخواستم یه چراغ بیارم بذارم اینجا، بعد یادم افتاد این خامنه‌ای هر وقت میخواد بره تو خیابون با یه ماشینی میاد مثل مینیبوسه، یعنی از مینیبوس بزرگتره، از اتوبوس کوچکتره. بعد چراغ گذاشتن این زیر، براش نور گذاشتن که یه حالت روحانی بهش بده، نورانی روحانی. گفتم ما میشیم مثل خامنه ای، نخواستیم ما. ولی اون کسی که میخواد برنامه بذاره از تو ماشین، همه وسایل این روزا هست، نورهایی هست که با USB کار میکنه و USB تم میزنی توی USB خود ماشینت. اگه ماشین تم مثل من از این کهنه ها باشه، قرازه باشه که هنوز USB نداشته، میزنی توی این سیگارت لایترهایی که به اصطلاح توی اینا میزنی، گرفتم رو آینه خودم ببینم، میزنی توی اینا مثلا ببینی دو تا USB به من میده، یکی الان مال تلفنه، میتونی یکی مال چراغ باشه، البته مال من یکی مال تلفنه، یکی مال تلفن دیگه ای هست که وقتی رانندگی میکنم با اون آدرس ها رو میگیرم. و من یه سیستم اندروید دارم، گوگل، و یه سیستم iOS میگم، چی میگم، اپل، که جاهای مختلف ممکنه رسپشن نداشته باشه، مجبور میشم از نقشه اونا استفاده کنم. یک ماهی 15 دلار، یک ماهی 25 دلار. خلاصه آقای رونالدو ایرانه، آقای رامین اعتبار همشهری ما، حالا اتفاق میگه این سوربی هم گیر داده به ما، ول نمی کنیم. آقای رامین اعتبار باز دوباره یه مشت فوشی داده به مردم، مردمی که اینجوریان دنبال گاو و گوسفندن، اونجوریان. میگم عزیز دل، شما موقعی که آقای پله اومد ایران یادته، همینجا آقای تام جونز میاد تو آمریکا، 80 سالش هم فکر کنم گذشته، خانم‌ها حالا دیگه اینقدر جوان نیستن که اونجا بتونن شورتشون رو در بیارن، ولی شورت از خونه هاشون میبرن پرت میکنن براش روی چیز. که البته این برمیگرده به قبل هم که تام جونز جوون بوده و خانوما میمدن به اصطلاح کنسرتشو ببینن، همونجا
شورتاشون رو از پا در می آوردن و برای این پرت می کردن. من نمیدونم چرا مردم ما به یه چیزای معمولی هم گیر میدن. البته خب هیچ اشکالی نداره، مثلا ممکنه طرف بخواد با بیننده هاش صحبت کنه، بخواد اصلا بیننده گیر بیاره، هیچ اشکال نداره. ولی اینکه اینجوری شوک زده بشیم که یک خانم شیرازی بلند شده رفته زیر پیرنیشو داده به اون آقا که اینو بده رونالدو، اون آقا هم میگه این چیه؟ میگه زیر پیرنی منه، یه بار بیشتر نپوشیدم، میخواستم بنویسم حتما از تنش تنگ بوده یا این خانمه بوگن میده بدنش، گفته بذار من اینو بدم به رونالدو که بوی گندش اینو گیج کنه و توی بازی با ایران ببازه. حالا من نمیدونم اصلا بازی شد نشد، چون اینا روز قبل بازی میرن تو اون زمینی که زمین به اصطلاح میزبان هست برای اینکه آشنا بشن با زمین، با گرمای اون منطقه، با سرمای اون منطقه بازی میکنن. و حالا جالبه اصلا این استادیوم ایران گویا حاضر که نیست، هیچی، چمن آشنا هم وضعش خرابه. به جای خود در صورت شلوغی و ازدحام مردم باعث شده که اینا نتونن برن بازی کنن. بهتون بگم یه تکنیک خاصیه، همین آقای رونالدو معروفه تو دنیا که زنش رو میاره تو مسابقات، یکی این که میگه به من انرژی میده که برنده بشیم، دوم این که حواس تیم مقابل رو پرت کنه که برنده بشیم. شما ببین چه کثافت بازی توی این بازی ها هست، چه مافیا بازی توی این فوتبال. فوتبال که الان در چند سال اخیر دیگه همه جا گندش بالا اومده که چه پولایی میدن، اون فیفاست، فایفان چه آشغالیه. ولی من تعجب میکنم که ما چرا اینقدر اکسایدت میشیم، اینقدر هیجان زده میشیم، اینقدر شوکه میشیم. به رامین اعتبار گفتم ببین اگه این آقا رضا پولوی گفته بود من میام ایران، آقا من میام ایران پیشکشش، گفته بود من میام ترکیه، من میام قطر، من میام بحرین، نه که بشینه اینجا خودش پول جمع کنه خانمشم برخصه. زنیکه احمد رفته با لیلا فروهر و این و اون وایساده دارن سرود ای ایران رو میخونن، لیلا فروهر بهش میگه تو چرا نمیخونی؟ میگه من بلد نیستم. شما ببین ما با کیا طرفیم؟ سرود ای ایران رو که الان مردم دیگه همه قبول دارن این مثل سرود ملیه، این بلد نیست. برای که این حتما تو خونهشون آهنگ وقتا مسخره میکردن، شاهنشاه ما زنده باد، میگفت شاخ داره دون داره شاهنشاه ما زنده باد. اینا تو اون دنیا دارن سیر رو نمیدونم چی میکنن، یالا یادم رفته، یه ماشین برقی خوب جلو هم دیدم یادم رفت. خب دوستان بیاین به محض رضای خدا جون مادرتون، خدا بیامرز مادر شاهین حالا که اون فوت شده، جون هر کی دوست دارین یه مقداری بیشتر واقع گرا باشین، بیشتر فکر کنید، کمتر احساساتی بشین. شما ببین یک سال کمپوزیسیون چه کرد، چه برنامه ها هر شب گذاشتن، آقای مهدوی آزاد اومد، خانم سیما ثابت اومد، بعد حالا ببینین همراهان رئیسی چجوری یقه خبرنگار ایران اینترنشنال رو میگیره، هرچی اون ازش سوال میکنه میگه آقا اونا رو ولش کن، شما به من جواب بده چرا خبرنگار شما خانم سیما ثابت آمده گفته به خاطر کرامت انسانی من مجبورم از این تلویزیون برم. چه خبره تو تلویزیون شما؟ یعنی ببین اون داره از این سوال میکنه. بعد شما ببین آقای رئیسی اسمش جزو اونایی که تحریم هستن از لحاظ آمریکا، این شاخ شمشاد اومده رفته نیویورک،
با هواپیمایی اومده که اون شرکت هواپیمایی جزء تحریم ها هست، برای که گویا اینا اسلحه و مسلحه و قاچاق و ماچاق این ور اون ور میبرن. آقا اینا دارن به دنیا دهنکجی میکنن. البته یادمون باشه چجوری اینا میتونن دهنکجی کنن، برای که دنیا ضعف خودش رو نشون داده دیگه. آمریکا آمریکا نیست دیگه، روسیه روسیه نیست، الان چین داره قدرت میگیره. چی با چینه؟ ایران. الان شما ببینید این سازمان ملل که حالا نشست سران سالیانش هر آشغالی هست، کیا نیومدن؟ چین نیومده، پوتین نیومده، فکر کنم انگلستان و فرانسه هم نیومدن. خب چرا نمیان اینا؟ آقای مکرون وقتی اون خانمه که موهاش تراشیده بود کی بود؟ خانم ریاهیه، کیه؟ دو شبه پول بلیتش هم دادن، ویزاش هم دادن از ترکیه. شما رو نگاه کن، بنده 22 ماه با زن و بچه توی آلمان گرفتار و اسیر میشم، معطل میشم، اسیر اسارتی نبود، هی میگن نوبتت نمیرسه. چجوری شما این خانم رو به دلیل اینکه مادرش به باباش گفته من میخوام برم برای جوونا، مرد که همراه زنت میرفتی بیرون، زنه رفته کشته شده، اون وقت این دخترش یه شبه بلند میشه میره ترکیه، دو روزه بلند میشه میاد فرانسه، روز سوم با خانم مهسا امینی میره کجا؟ بگید دیگه، میره دیدار آقای مکرون. مهسا امینی ببخشید، خدا بیامرز، اشتباه گفتم، مسیح علی نژاد. خب حالا هم که مسیح علی نژاد، آمریکا بهش گفته ببین خانم، ما نمیتونیم از تو به اصطلاح محافظت و مراقبت کنیم، برو گم شو. این برو گم شو رو ما اضافه میکنیم، بهش گفتن آقا برو قایم شو. اینجا یه برنامه هست که اونایی که مثلا میان مافیا رو لو میدن، میان یک قاتلی ماتلی اینا رو لو میدن، بعد دولت میاد ازشون محافظت میکنه. نگاه کن این اومده جلو درایوی رو بسته. بله، میان یه برنامه میذارن این خانم یا آقا رو با اسم جدید، حتی بهش میگن برو تغییر شکل بده با قیافه جدید، میفرسن یه جای دیگه. من رسیدم سر کار، باید اینجا وایسم، حالا ما کمربند اونو باز کنیم. دوستان هی به من نگید که چرا برنامه های معمول رو نمیذارید. آقا منم مثل همه شما باید پول در بیارم. یه مدتی پولی داشتیم، سالها از جیبمون خرج کردیم، آمدیم نشستیم برنامه، میتونیم شما رو بکشیم یا خودمون رو بکشیم، مجبوریم راه و روشمون رو عوض کنیم. چجوری راه و روشمون رو عوض میکنیم؟ اومدیم حالا سر راه که داریم میایم بیکاریم، اون وقتا حمید نجاری رو من مسخره میکردم، اینم ببندم، سر راه که داریم میایم برای شما یه برنامه چند دقیقه میذاریم، حرفامونو میزنیم. شما هم اگه حرفی دارید، صحبتی دارید، به همین صورت. دیدم آقای خسرو شکیب باز ویدیو فرستاده، حالا بعد براش مینویسم که اگه میخوای این ویدیو در تلویزیون مردم پخش بشه، چون گذاشتی روی یوتیوب، $50 $25 بستگی به کجا بخوای پخش بشه، خرج کنید، هزینه کنید. اگه نه برید بذارید همینجوری، هی نفرستید. خواهش میکنم این را پخش رو نش کنید. شما خواهش میکنم خواهش نکنید. در صورت ما رسیدیم اینجا و حرف رونالدو و حرف اینکه یه ملتی میرن از تیم مقابل. دیدم آقای اکبری اون کشتیگیره رو که باخته گفته چون طلای قبلی تو به قاسم سلیمانی هدیه کرده بودی، حالا سزاته که ببازی. ولی واقعا ننگ بر دیکتاتورها که چه بلایی به سر یه ملتی میارن که ملت مجبور بشه بره تیم مقابل یا حریف رو به اصطلاح تشویق کنه. اینم یکی دیگه از برنامه‌های آقای اینجا نوشته کورا
کوروش صلاحی آر ایز واچینگ. من از شما ممنونم آقا کوروش، اگه لطف کنید این رو برای دوستانتون بفرستید. اینو امشب که برگردم خونه روی یوتیوب هم میذارم و ما همین یوتیوبمون معمولا 300-400 تا، فیسبوک حدود 20,000+ تا هست، ولی دوستان نمیرن، هرچی بهشون میگیم بابا اون دکمه فالو رو بزنید، اون نمیدونم لایک رو بزنید، که وقتی ما برنامه لایف داریم یا یه پست جدید میذاریم فیسبوک به شما خبر بده. یه راه دیگهش اینه که مثل خانم علی نژاد و دیگران ما پول بدیم به فیسبوک، بهش میگن بوست، که اون برای شما بفرسه. البته اونم برای شما نمیفرسه، برمیداره ویدیوهای ایرانی رو میفرسه برای کامبوجیه، برمیداره ویدیوهای هندی رو میفرسه برای ژاپن، بعدم میگه ببین ما فرستادیم برای 400 نفر، حالا شما مثلا $20 بده. در هر صورت دنیای عجیبیه. اون وقتا یه فیلمی بود دنیای دیوانه دیوانه دیوانه، یا اینا داشتن غرب وحشی وحشی وحشی، ما توی این دنیا زندگی میکنیم، توی این دنیا دست و پا میزنیم. و چقدر قشنگ میگه آقای هولاکویی راجع به دنیا که دنیا همینی که هست، قرار نیست خوب بشه و شما تلاش نکنید دنیا رو عوض کنید. یه چیزی بود میگفت اگر زمانه با تو نساخت تو با زمانه بساز، ماجرا اینه. مرسی که به حرفای من گوش دادید، با امید فردای بهتر، آینده روشن‌تر، روز و روزگار بر شما خوش. یه آقای هست آرش کمانگیر، وقتی ویدیو درست کنه بعد میگه ما باید از این جوونا یاد بگیریم، هر کدومشون یه اطفال میریزن. راستی دیدم تروی رفت ترکیه، حالا یا نامزد کرد یا ازدواج کرد، باز برگشت و دوباره رفت به کار رانندگی کامیون. امیدوارم در زندگیش موفق باشه. احتمالاً اگر نامزد کرده باشه زودتر میتونه همسر آیندهش رو بیاره، اگه ازدواج کرده باشه اون خانم نازی فکر کنم اسم باشه بیشتر معطل میشه. اینم یکی دیگه از قانونای دیوانه ایمیگریشنه. بله آقای فرزاد نیساری عزیز، این دستگاه رو $12، این دستگارم اون وقتا، این چیز خوبیه، اون وقتا خریدم $8-9، توی همه جا میگیره. چیز که هست الان ماشینا این